در سال 2000 میلادی در جنوب شرقی ایران آثار یک تمدن عظیم ماقبل تاریخ توسط باستانشناسان ایرانی کشف شد. تمدنی که به گواه شواهد به دست آمده یکی از کهن‌ترین و پیشرفته‌ترین مراکز شهرنشینی در ایران و جهان بوده و قدمتی بیش از 6000 سال داشته. میراث شکوهمندی که هزاران سال در زیر خروارها خاک مدفون مانده بود، ناگهان از دل خاک سر برآورده و با هزاران شیء تاریخی، مجسمه و الواح و خطوط اسرارآمیزش جهان باستانشناسی را با چالش‌ها و پرسش‌های بزرگ مواجه کرد. یکی از بزرگترین معماها این بود که تمدنی با این شکوه و عظمت چگونه به فراموشی سپرده شده و چرا در هیچ کدام از منابع تاریخی ایران اشاره ای قابل استناد به آن نشده بود. تعدادی از باستانشناسان معتقدند تمدن عظیم تازه کشف شده در جیرفت همان تمدن ارته یا آراتا بوده که در منابع میان رودان و الواح سومری چندین بار از آن نام برده شده است. گروهی دیگر آن را تمدن مرحشی یا مارحشی می دانند که طبق منابع سومری در قسمتی از فلات ایران قرار داشته و در زمان اوج شکوفایی خود روابط و پیوستگی تجاری و سیاسی زیادی با تمدن‌های میان رودان داشته. اما صرف نظر از نام باستانی آن، تمدن جیرفت مجموعه شگفت‌انگیز از هنر، معماری، فرهنگ شهرنشینی و صنایع پیشرفته است که اثبات کرد سرزمین کهن ایران مهد آغاز و گسترش اغلب تمدن‌های پیرامون خود بوده است. پژوهش‌های تازه در این محوطه وسیع باستانی منجر به شناسایی یک کارگاه تولید اشیا و زیورآلات سنگی در محوطه باستانی حاجی آباد جیرفت شد که قدمت آن به هزاره سوم پیش از میلاد باز می‌گردد. در این کارگاه تولیدی قطعات کامل و شکسته ظروف سنگی و همچنین زیورآلاتی نظیر مهره از جنس‌های عقیق، لاجورد و مرمر به دست آمد. همچنین ادوات و ابزارهایی که با آنها اشیاء را تولید می‌کرده‌اند نیز به دست آمد که مهمترین آنها متاع‌های سنگی و فلزی بودند. کارگاه تولیدی جیرفت با وسعت نیم هکتار یکی از بزرگترین کارگاه‌های تولید اشیاء سنگی است که تاکنون در دنیای باستان یافت شده است. اما تیم باستانشناسی پس از بررسی این کارگاه سنگی متوجه نکته بسیار عجیبی شد. در کارگاه تولیدی جیرفت نوعی عملیات بازیافت صورت می گرفته است. به این شکل که ظروف و اشیاء سنگی که توسط مردم استفاده و شکسته می شده اند دور ریخته نمی شده، بلکه قطعات شکسته آنها به کارگاه تولید آورده می شد تا از آنها ظروف و اشیاء کوچکتر نظیر مهره ها و آویز ها ساخته شود. این جمله که بیش از 6000 سال قبل در سرزمین ایران عملیات بازیافت انجام می شده، خود به تنهایی گواهی بر غنای فرهنگی و دانش نیاکان باستانی ما در این سرزمین اسرارآمیز است. ظروف سنگی تمدن جیرفت شامل نمادها و نقوش هنرمندانه از گیاهان و جانوران و همچنین انسانهایی است که غالباً در حال مبارزه با موجوداتی هیولامانند بودند و معمولاً هم بر آنها پیروز می شدند. یافته‌ها نشان از آن دارند که تمدن جیرفت دارای خط و نوشتار بود. در یکی از ورودی‌های ارگ کنار صندل جنوبی، محققان لوحی گلی یافتند که رویش نوشته‌ای وجود دارد. در جای دیگر، سه لوح با نوشته‌هایی از دو سیستم نگارشی متفاوت یافت شدند. یکی از این خطوط شبیه به خط سطری ایلامی بوده و دو لوح دیگر شامل خطوطی ناشناخته و بسیار مرموز هستند که مشابه آنها تا به حال در هیچ نقطه‌ای پیدا نشده بود و به گفته باستانشناسان رمزگشایی این خطوط نیازمند ده‌ها سال مطالعه و تحقیقات باستانشناسی است.
اما این یافته‌ها تنها بخش کوچکی از شکوه و عظمت تمدن جیرفت بود و با ادامه کاوش‌های باستان‌شناسی، معماها و سوالات بی‌پاسخ یکی پس از دیگری در ذهن باستان‌شناسان ایجاد می‌شد. طبق شواهد به دست آمده، ماهی و غذاهای دریایی در رژیم غذایی مردم این سرزمین به وفور استفاده می شده، در حالی که نزدیکترین محل صید با این منطقه صدها کیلومتر فاصله داشته و با توجه به اینکه فراورده‌های دریایی بسیار سریع فاسد می شوند، چگونگی حمل آنها در آن زمان به یک چالش بزرگ برای دانشمندان تبدیل شده. برخی از دانشمندان میگویند که مناطق مرکزی ایران زمانی بستر دریای عظیم بوده که همکنون خشک و به صورت کبیر در آمده و تمدن‌های بزرگی مانند جیرفت و ایلام در حاشیه این دریا شکل گرفته و توسعه یافته بودند. اما بزرگترین معمای باستان شناسان هنوز حل نشده باقی مانده است. چرا تمدنی با این شکوه و عظمت به یک بار ناپدید و به فراموشی کامل سپرده شده بدون اینکه هیچ نامی از آن باقی مانده باشد؟ باستانشناسی به نام ژان برو که متخصص تصویرشناسی آثار باستانی است، پس از بررسی آثار به دست آمده از تمدن جیرفت به این نتیجه رسیده که در سالهای 1700 تا 2000 پیش از میلاد یک یا چند بحران خاورمیانه را به تکان درآورده. وسعت این حوادث که طبیعت آن هنوز مورد بحث است بسیار عظیم بوده. شهرها خالی شدند و تمدنها سقوط کردند. مانند یک بازی واقعی دومینو، تمدن دره ایندوس در سال 1750 پیش از میلاد از بین رفت. خیلی دورتر از آنجا در غرب، میان رودان نیز دچار دگرگونی‌های عمیقی شد. مردمان جدید که از سوریه آمدند، جایگزین مردم میان رودان شدند. زبان سومری به زبانی مرده تبدیل شد. فرهنگ حلیل رود در این بحران‌های بزرگ رو به تاریکی رفت. در مرز هزاره‌های سوم و دوم قبل از میلاد، ساکنان منطقه کم شدند و جنوب شرقی ایران برای هزار سال سنت شهری خود را از دست داد. تمدن جیرفت به همان زودی که توسعه یافته بود از بین رفت. اما این تمدن ما را وادار به زیر سوال بردن تمامی اطمینان‌های خود در مورد خاورمیانه در دوره برنز می‌کند. تمام برداشت‌هایمان از شروع تمدن‌های قدیمی باید بازنگری شوند. اما حالا که رمزگشایی الواح نوشتاری جیرفت به راحتی ممکن نیست، چگونه میتوان به سرنخهایی درباره اتفاق بزرگی که به نابودی تمدن‌های ما قبل تاریخ در آسیای غربی و خاورمیانه منجر شده دست یافت؟ شاید بهترین راه حل بررسی نقوش باقی مانده از تمدن اسرارآمیز جیرفت باشد. نقش و نگار سیل جهانی که از طرح‌های اصلی سومری‌ها و بابلی‌هاست در بخشی از نقوش جیرفت نیز به چشم می‌خورد. باستانشناس ایتالیایی ماسیمو ویدال در پژوهش خود درباره جیرفت چنین نوشته است: روی ظرفی شخصی زانو زده و دو گاو کوهاندار را در دست دارد که از سرشان موجهایی به وجود آمده است. شخص دیگری چیزی را شبیه به رنگین کمان بلند کرده و دورتر از آن می توانیم رشته کوههایی را ببینیم که ظاهر شدند. با وجود آنکه ضروری است که محتاطانه عمل کنیم، برای من دشوار است تا این برداشت را کنار بگذارم که این تصویر حکایت از اسطوره باستانی سیل بزرگ دارد. پیش از این در الواح و افسانه‌های سومر و بابل نیز داستان‌هایی درباره وقوع یک سیل عظیم نقل شده که باعث نابودی دست جمعی موجودات زنده و انسان‌های بسیاری شده بود. موضوعی که در کتاب‌های مذهبی تحت عنوان طوفان نوح از آن نام برده شده. آیا واقعاً سیلی عظیم باعث نابودی تمدن جیرفت شده یا اتفاق ناشناخته دیگری در کار بوده؟ موضوع جالب دیگر درباره تمدن جیرفت کشف بناهای مرموزی در این منطقه بود که به زیگورات مشهورند.
زیگورات ها معابد پلکانی شکلی هستند که تنها در برخی از اسرارآمیزترین تمدن های تاریخ مانند ایلام و سومر در آسیا و همچنین آستک و مایاها در آن سوی کره زمین دیده شدند. حالا کشف نمونه هایی از این معابد پلکانی در تمدن جیروفت معمای زیگورات ها را پیچیده تر از قبل کرده است. در کتیبه‌ای که از اقوام مایا ترجمه شده، آنها ادعا کردند که این معابد را به دستور خدایان و برای فرود آمدن و بازگشت دوباره آنها به زمین بنا کردند و خدایان مایا طریقی ساختن این بناها را به آنها آموزش دادند. به جز زیگورات ها، شباهت چهره های منقوش بر آثار مایایی، ایلامی، سومری و آثار به جای مانده از تمدن جیروفت و همچنین رسوم مشترکی چون جشن گرفتن 22 دسامبر به معنای طولانی ترین شب سال، تقسیم سال به 365 روز و بسیاری از شباهت های دیگر در نمادها و آثار باقی مانده از این تمدن ها، بسیاری از تاریخ دانان را به سوی این نظریه داده که تاریخ کهن جهان بسیار پیچیده تر از تصورات کنونی ماست و به نظر می رسد باید برای پذیرش واقعیت‌های شگفت‌انگیز در این مورد آماده شوید.